شما فکر کن اگه غیر از این موقعیت بود حداقل الان 500 نفر اینجا جمع بودم. ازشون خواهش کردیم به خاطر این مریضی، به خاطر این وضعیت کمک به دیگران که این به اصطلاح به صورت شیوع پیدا نکنه نیاد لطفا. وقتی فرصتی برای وداع نیست، کرونا فرصت سوگواری را از بازماندگان گرفته. از یک مردم شناس پزشکی میپرسیم آسیب‌های روانی ناشی از این پدیده چیست و حکومت چقدر به مسئولیت‌هایش عمل کرده. همچنین در برنامه امشب آمار رسمی از ادامه سیر نزولی شیوع کرونا در ایران حکایت دارد. وزارت بهداشت هم میگوید خطر برطرف نشده، هشدارها را جدی بگیرید. هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه و اون نقطه شناسایی میشه. دستگاه ویروسیاب مستعان ادعای یک اختراع انقلابی که نمایشی مضحک شد. چرا سپاه اعتبارش رو پشت دستگاهی میگذارد که هیچ مرجع معتبری تاییدش نمیکنه؟ و واکنش ها به انتشار ویدیوی زنده به گور کردن هزاران جوجه در ایران. وزارت کشاورزی میگوید روشی متداول است برای تنظیم بازار. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. کرونا بلایی که بر شرق و غرب دنیا فرود آمده علاوه بر کشتار بسیار، فرصت سوگواری را هم گرفته. بعدی کم سابقه که بر آسیب‌های روانی فاجعه انسانی دامن زده. جان باختگانی که بازماندگان آنها گاهی فرصت یک تشییع جنازه ساده و جمع شدن برای بزرگداشتی معمول را نمی‌یابند از ترس گسترش بیشتر بیماری و وخیم‌تر شدن اوضاعشان. در ایران آداب خاکسپاری و فرصت سوگواری در نظر بسیاری اهمیت فراوان دارد. این بعد از فاجعه چه تأثیری بر روان جامعه می‌گذارد؟ جامعه ایران که کرونا را به دنبال سلسله ای از بحران‌های دیگر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تجربه می‌کند، چطور می‌تواند با آسیب‌های روانی بلای جدید کنار بیاید؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کاوه مشکات. خاک سپاری آخر و زمانی. این لحظه نبرشی از یک فیلم است و نه یک عکس انتزاعی. فرصتی برای خداحافظی آخر نیست. همه چیز همینجا تمام می شود. همراه با افسوسی بی پایان برای بازماندگان. وداع نکردن با کسی که در همان خانه، در همان شهر نفس می کشیده، تجربه تلخی است که تأثیرش در ذهن باقی می ماند. هزاران خانواده فرصت برگزاری مراسم معمول خاکسپاری را نداشتند. این نفر را دارن خاک میکنن. دیگر خبری از ترحیم، خاکسپاری و سوم و چهلم نیست. همه چیز اینجا تمام میشود. دیگر فرصتی برای در آغوش گرفتن و همدلی نیست. فرد یا خانواده‌ای که عزیزش را دست داده باید در تنهایی با غم از دست دادن سر کند. غمی که ممکن است تا سالها با فرد باقی بماند و تبدیل به حسی مبهم شود. چیزی که سخنگوی وزارت بهداشت ایران آن را سندروم سوگی ابراز نیافته می نامد. سوگ ابراز نیافته هست که به هر حال ممکنه که هموطنانمون با توجه به شرایط پروتکل های دفن بهداشتی و عدم امکان برگزاری مراسم ترحیم به سبک و روال و مرسوم سالها و روزهای گذشته، شاید ما با فرایند سوگ ابراز نیافته مواجه باشیم. سوگواری در سکوت تنها مختص به ایران نیست. آخرین باری که اون رو دیدم زمانی بود که توی آمبولانس گذاشتنش. واقعا دلم شکست. برای هیچ کس چنین چیزی رو آرزو نمی کنم. تام پس از یک عمر زندگی همسرش را به خاطر ویروس کرونا از دست داد، ولی نتوانست برای خاک سپاری به گورستان برود و حالا در قرنطینه است. من سر خاکش میرم. دلم میخواد برخلاف مقررات بلم بالا سرش، ولی میدونم نمیتونم این کارو کنم، چون یه جور خودخواهی در حق دیگرانه. اینجا نیویورک.
گور دست جمعی افرادی که جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. کرونا مراسم تدفین را به چیزی ناشناخته تبدیل کرده. حالا تنها راه تسلی مکالمه های ویدیویی یا صوتی است. سوگواری راهی است برای کنار آمدن با فقدان، روندی که به بازماندگان کمک می کند با واقعیت مرگ کنار بیایند. ولی وقتی فرصتی برای وداع نیست، داستان ناتمام می ماند و می شود یک افسوس بی پایان. کاوه مشکات، بی بی سی. از مخاطبانمون خواسته بودیم که اگر عزیزانشون رو به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادن، تجربه خودشون رو در کنار آمدن با این مسئله با ما به اشتراک بگذارن. صدای تعدادی از مخاطبان رو بشنویم. پیش پدرم رو در اثر بیماری کرونا از دست دادم. خب ما فقط یه دفتر بهش زهره رفتیم. خود راننده لباس کاملا ایزوله پوشیده بود. در صندوق ماشین رو باز کرد، برخلاف اون چیزی که ما توی فیلم ها قبلا دیده بودیم که کسانی میان با لباس مخصوص و ماسک و عینک و کلا در از این جنازه رو حمل کنن، همچین چیزی نبود. راننده آمبولانس به من و برادرم که ما تنها بودیم، راننده آمبولانس به ما گفتش که جنازه پدرتون رو بردارید ببرید بالا سر قبرش. من ازشون سوال کردم که همچین چیزی مگه میشه؟ ما لباس ایزوله و این چیزا نداریم. گفتن همینه که از اون چیزایی که میگن هیچ کدوم اجرا نمیشه. و من و برادرم جنازه پدرم رو بردیم تا بالا سر قبر و یک نفر اونجا بود که باز با لباس ایزوله در از جنازه رو گرفت و در قبر داشت. بعد از اون هم هیچ کس از فامیل و دوستان به صورت حضوری که حالا امکان نبود، حداقل میتونستن که با رعایت فاصله اجتماعی یا از مادر من اندکی دلجویی بکنم. هیچ کسی نیومد و خب این متاسفانه اینکه آدم این درد رو نمیتونه با کسی قسمت بکنه یه مقدار سخت هستش. قبل از عید مادر بزرگم رو از دست دادم. به دلیل اینکه اون موقع کرونا شیوع پیدا کرده بود، به همراه خانواده تصمیم گرفتیم که اصلا به دیگران اطلاعی ندیم و مراسم ختمی نگیم. خب نمیتونستیم همدیگر رو در آغوش بگیریم و در آغوش هم گریه کنیم که به نظر من خیلی باعث آرامش میشه این کار، و در ضمن خود مراسم های ختم به نظرم میتونه آرامش دهنده باشه، به خاطر که من شخصا نیاز داشتم که دیگران با من همدردی کنن. و خب البته یک کار بامزه‌ای کردم برای اینکه بتونم این محبت رو از دیگران بگیرم، و چون پادکستر هستم اصلا یک اپیزود رو تقدیم کردم به مادر بزرگم و این باعث شد که در توییتر و جاهای دیگه یک عده به من تسلیت بگن. پدر بزرگم رو از دست دادم متاسفانه، و خب من به همراه برادرم در خارج ایران زندگی میکنیم، و خب این شرایط خیلی سخت بود به خاطر اینکه ما توی غربت باید سوگواری میکردیم. مادر بزرگم رو از دست دادم. این مرگ اتفاقی خیلی یهویی ناگهانی اتفاق افتاد، خیلی اقوام درجه یک و مخصوصا بچه ها رو اذیت کرد. منتها بزرگترین بدی و بزرگترین تاثیر منفی که این شرایط کرونا داشت همین بود که آدم نمیتونه برای عزیزترین فرد زندگی شاید اونجور که باید و شاید یک مجلسی بگیره و اونجور که باید و شاید عزاداری و سوگواری بکنه. شماری از مخاطبان ما بودند که تجربیات خودشون رو با ما در میان گذاشتن. ارکیده بهروزان، پزشک و مردم شناس پزشکی از لندن با ما هستن. خانم بهروزان استاد دانشگاه سوئیس هستن. دو کتابی درباره سلامت روان در مورد نسلی که شاهد جنگ ایران و عراق در دهه 60 بوده هم نوشتن. خانم بهروزان، شما روی بعد روانی تحولات اخیر به عنوان یک اولویت تاکید دارید، خصوصا امنیت روان، چرا؟ سلام عرض میکنم آقای موسوی. بله، در بحران‌های مثل جنگ یا بیماری‌های همه‌گیر سلامت روان یکم به ثانویه نیست، باید در اولویت‌های دراز مدت و کوتاه مدت مقابله با بحران ما وجود قرار بگیره. ما توی دهه 60 خب طبیعتاً جنگ، سرکوب‌های سیاسی، مشکلات اقتصادی و
اعدام‌های سیاسی و خیلی مسائل مختلف داشتیم. بعد می‌بینیم که ما در دهه 70 و 80 شمسی که جامعه باید بحران سلامت روان روبرو میشه. به همون شکل یادمون نره که در اپیدمی HIV/AIDS هم در اون 10 سال اولی که جامعه داشت با این بیماری سر و کله می‌زد، یکی از عوامل عمده مرگ در میان افراد HIV مثبت خود بیماری AIDS نبود، خودکشی بود. بنابراین اهمیت مسئله سلامت روان وقتی ما با یک بحران اینچنین روبرو بشیم برعکس پوشیده نیست. ولی موجودی که وقتی از سلامت روان حرف میزنیم اغلب اون رو تقلیل میدیم به یک امر فردی، و تاکید من بر اینه که سلامت روان امریست که در میون ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و تاریخی و اقتصادی ما شکل میگیره. در بحران امروز این بسیار بسیار حائز اهمیته. محدودیت در برگزاری مراسم سوگواری یک پدیده کم سابقه است، این روزها خب رخ داده. از این نظر به نظر شما جامعه خودش رو با چه مشکلی روبرو میبینه؟ من اجازه میخوام که تحصیلت بگم و آرزوی صبر کنم برای کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن در این چند وقت. ببینید، این بیماری منابع امنیت روانی جامعه رو از هم گرفته. چیزی که مثلا ما در دهه 60 داشتیم، آدم ها دور هم جمع میشدن، دردها رو شریک شدن، جزی از پروسه تاب آوردن با هم سوگواری کردن و گزارشتون بهش. الان ما اینو نداریم. از طرف دیگه ما تجربه عدم امکان سوگواری رو در یه مدرسه های متفاوتی قبلا داشتیم. افرادی که عزیزانشون اعدام سیاسی می شدن در دهه 60 سوگشون به رسمیت شناخته نشد و هرگز هنوز هم نشده، یا بازماندگان تظاهرات آبان ماه، یا هواپیمای کشته شدگان هواپیمای منهدم شده در از خط اوکراین هنوز فرصت سوگواری مناسب پیدا نکرد. این خیلی میتونه آسیبزا باشه، بخاطر اینکه دو بود داره. یکی اینکه سوگواری یک نیاز روانی برای طی کردن مراحل داغ و سوگه و شکست شدن اون چرخه و عدم امکان پذیریش و به ویژه به رسمیت شناخته نشدن سوگ و شریک نشدنش میتونه تاثیرات خیلی دراز مدت و سرمزننده روی فرد بذاره. ولی گاهی اوقات هست که سوگ داغ بر داغ سوار میشه. یعنی توی بعضی از سوگ‌ها شما سوال‌های پاسخ داده نشده دارین، خیلی از سوگ‌ها به رسمیت شناخته نشده، به خاطر همین الان این نبودن امکان سوگواری گره میخوره به سوال، به مسائلی از قبیل الزام پاسخگویی، به مسائلی از قبیل عدالت‌جویی و امنیت روانی جامعه. بنابراین ناتمام ماندن سوگ ما در طول تاریخ این سال‌ها هم دیدیم، هم روی فرد اثر خیلی منفی داره، هم روی اجتماع. شما به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی اشاره کردید. قبل از اون ناآرامی هایی بود که در اون ناآرامی ها عده کشته شدند. ایران ماهای آرامی رو پشت سر نگذاشته. بحران کرونا از نظر شما از این منظر در چه بستر روانی در حال رخ دادن هست؟ بله، این سوال خیلی مهمیه، به خاطر اینکه جامعه ما از همون دهه 60 تا کنون از بحران های پی در پی، از امواج سینوسی امید و ناامیدی زیادی گذشته. و یه خصیصه خیلی مهمی که داره این جامعه اینه که هیچ وقت فرصت نفس تازه کردن بعد از یه بحرانی رو نداشته تا بحران بعدی برسه. این خود بدنه جامعه رو خیلی خسته میکنه. در مورد بحران کرونا در پایان یک سال بسیار دشوار وارد مملکت شد. همونطور که اشاره کردین بحران های شدید اقتصادی که اصلا بر کسی پوشیده نیست، من نمیخوام تکرار کنم، سرکوب های آبان ماه، کشته شدگان آبان ماه و کشته شدگان هواپیمای مسافر بری، و اون شوکی که از احتمال بروز یک جنگ به جامعه وارد شد یک مدت خیلی کوتاهی، اینا همه روش یه زخم دیگه هم سوار شد، و اون بود که پنهانکاری، دروغ و عدم پاسخگویی و شفافیت، اونم یه صدمه خیلی سنگینی به جامعه زد. همه این زخم‌ها باز بودن و بعد کرونا وارد جامعه شد. در مورد برخورد با خود بحران کرونا هم هفته‌های طلایی آغاز بیماری که بسیار مهم بود در اقدامات لازم، انجام دادن اقدامات لازم، خب ما می‌دونیم که پنهانکاری انجام شد، نگاه امنیتی، نگاه سیاست‌زده و نگاه غیر تخصصی خیلی عواقب ناگواری آفرید. همه اینها به جامعه حس اولویت نداشتن جان آدم‌ها رو میده. بحران مشروعیت، بحران تخصص و این چرخه سوگ‌های ناتمام بدون الزام پاسخگویی از طرف مسئولین و بدنه حکومت
به جامعه یک استراب خیلی شدید مزمن میده و شما فکر کنید که این سالها طول هم میکشه، خیلی صدمه زننده است و یک حس ناامنی، بی‌پناهی و ناامیدی شدید به جامعه میده که تبعات دراز مدتی داره. این سلامت روان در تعامل فرد و جامعه و تجربه زیسته سیاست و مناسبات قدرتی که شکل میگیره یک مسئله فقط فردی نیست. نوعی مسئولیت پذیر، نبود مسئولیت پذیر رو دارید بهش اشاره میکنید و گفتید که خب افرادی آسیب میبینن. چه گروه هایی بیشتر در معرض آسیب هستند؟ ببینید در کنار داغدیدگان که عزیزانشون رو از دست دادن، که خیلی مهمه، ما وقتی بحران تموم میشه، حتی اینه ما در حوزه فردی هم میبینیم، وقتی عزیزی کسی از دست میده، همه تا اون هفته اول و 40 روز اول حواسشون بهش هست، ولی بعد از فروکش کردن بحران نورو یارشون میره. حالا ما با یک جمعی روبرو هستیم که نباید اینها رو فراموش کنیم. از طرف دیگه بیماری خودش، به خصوص این بیماری که یک پاندمی جهانی شده، بیماری خودش یک عامل اضطراب زاست. یعنی شما اضطراب گرفتن بیماری رو دارید، اضطراب گرفتید بهبود یافتنش رو دارید، اضطراب برای عزیزانتون دارید و نابسامانی سیاست‌گذاری‌های بهداشتی هم باز به اضطراب جمعی اضافه میکنه. از طرف دیگه کرونا در همه جای دنیا اون شکاف ها، اون نابسامانی های طبقاتی، اختلاف طبقاتی ها، همین ها رو اوریان تر کرده. بنابراین اخشار آسیب پذیر، افراد بی سرپناه، زندانی ها تحت خطر هستن. از طرف دیگه روابط بین فردی و اجتماعی و خانوادگی عوض شده. مهاجرین، به ویژه مهاجرین افغانستانی از این کشور ما باید بهشون توجه بیشتر بشه. اما نکته خیلی مهم مسئله کادر درمانی ماست. ما ده ها عزیز رو از پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستانی درمانی از دست دادیم و این خیلی مهمه که خیلی از عزیزانی که ما از دست دادیم ابتلاشون در زمانی صورت گرفت، روبروشون با ویروس در زمانی صورت گرفت، پنهانکاری صورت گرفت. الان جامعه پزشکی و پرستاری و کادر بیمارستانی ما هم با یه شوک روبرو شده، هم فشار بسیار شدید روشه، هم سوگوار همکارانش هست. بنابراین ما باید در کوتاه مدت و دراز مدت حواسمون باشه برای خدمات و حمایت‌های درمانی و ساختاری برای این گروه. بی‌شباهت نیست به شرایطی که فرض کنید رزمندگان و جانبازان ما بعد از جنگ داشتن از لحاظ تماس مستقیمشون با بحران. بنابراین این و اینم یه چیزی هم بهتون بگم، این اخشار آسیب‌پذیر یک تفاوت بزرگی ما الان تو این بستر اجتماعی با دهه 60 داریم. تفاوت و شباهت زیاده، اون یه بحث طولانی میشه، ولی یه تفاوت عمده این که در دهه 60 هنوز امید به یک جامعه آرمانی به اجرای عدالت وجود داشت و الان جامعه خیلی جامعه ناامیده. بنابراین این در کوتاه مدت و دراز مدت بعد از این بحران ما هم احتیاج به افزایش ظرفیت خدمات سلامت روان داریم، همزمان احتیاج به تقویت جنبش‌های مدنی و اجتماعی، جنبش‌های دادخواهی، الزام پاسخگویی و بازگردوندن متخصصین به حوزه‌های تصمیم‌گیری داریم. اینها مسائلی جدا از سلامت روانی فرد و جامعه نیستن. متشکرم از ارکیده بهروزان، پزشک و مردم‌شناس پزشکی و استاد دانشگاه سوئد. وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 73 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که پایین ترین آمار روزانه مرگ در ایران از 21 اسفند است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته روند شیوع کرونا در بعضی از استانها کاهش یافته، ولی مقام های وزارت بهداشت هشدار میدن که خطر کرونا همچنان جدی است و باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود. فرین عاصمی گزارش میدهد. صحبت‌های زد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی. حسن روحانی می‌گوید روند گسترش کرونا در بعضی از استان‌ها کاهش پیدا کرده و از وزارت بهداشت خواسته با همکاری ستاد ملی مقابله با کرونا از سرگیری فعالیت کسب و کارها با ریسک متوسط را بررسی کند. اعلام شده مشاغل پرخطر مثل ورزشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و پاساژهای سرپوشیده همچنان بسته خواهند ماند. اما علیرضا زالی رئیس ستاد پیشگیری از کرونا در استان تهران می‌گوید خطر همچنان جدی است و کرونا در تهران همچنان در مرحله اپیدمیک است و باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود. با اینکه مقام های مختلف بر فاصله گذاری اجتماعی تاکید دارند، اما شرایط رعایت آن عملا فراهم نیست. هشدار میدیم هنوز کل جهان و از جمله کشور ما در معرض خطر از سرگیری و رشد شدید ویروس کرونا است
و ما باید اصول علمی و اصول بهداشتی لازم رو هنوز کماکان رعایت کنیم و به عبارت دیگه به زندگی با ویروس تا اطلاع ثانوی عادت کنیم. این تصاویر از مقابل دفتر نمایندگی شرکت ایرانسل در رشت منتشر شده. ازدحام برای گرفتن سیم کارت. دلیل آن هم اصرار دولت است. اینجا اردبیل است و اینجا در خرم‌آباد حضور مردم بدون فاصله گذاری اجتماعی برای گرفتن سیم کارت. دولت گفته سرپرست خانواده هایی که یارانه نقدی به آنها تعلق می‌گیرد باید با سیم کارتی به نام خودشان کد ملیشان را به شماره‌ای که وزارت رفاه داده بفرستند. استفاده از وسایل نقلیه عمومی هم این روزها پرخطر است. طبق برآورد وزارت بهداشت بیشترین میزان سرایت کرونا از طریق وسایل نقلیه است. مسافران مجبور به استفاده از وسایل نقلیه عمومی هستند، دولت ادارات و کسب و کارها را تعطیل نمی‌کند و برای شناور شدن ساعت کاری هم اقدامی نکرده. خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهر تهران هم امروز شاهد ترافیک سنگین بود. تقریبا آمارهایی که گرفتیم یه چیزی در حدود 75% نسبت به سال گذشته مثل همچین روزی ما افزایش ترافیک در محدوده مرکزی شهر رو داریم. اگه بخوایم حالا خیلی ساده‌تر بگیم یه چیزی در حدود 2 برابر خودروها وارد این محدوده شدن. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تا کنون 80,868 نفر به کرونا مبتلا شدند. 5,031 نفر از مبتلایان به کووید 19 جانشون را از دست دادند. 55,987 نفر هم بهبود پیدا کردند. مطابق آخرین گزارش ها کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته تنها 73 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که پایین ترین آمار روزانه مرگ از 21 اسفند است. بعضی مقام های بیمارستانی و نمایندگان مجلس میگویند آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت کمتر از آمار واقعی ابتلا به کرونا در ایران است. ایران میگوید مقدمات دریافت وامی چند میلیون دلاری از بانک جهانی فراهم شده. وامی رو از بانک جهانی داریم دریافت میکنیم به میزان 50 میلیون دلار که مقدمات این کار انجام شده. به خوشبختانه کارهای اولیه با هماهنگی همه دستگاه‌ها، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاهایی که باید مجوز صادر کنه انجام میشه. صندوق بین‌المللی پول پیش از این گفته بود به زمان طولانی‌تری برای بررسی درخواست وام 50 میلیون دلاری ایران نیاز است. آمریکا هم مخالفت خود را با پرداخت وام به ایران اعلام کرده بود. تاکنون گزارشی از تایید درخواست ایران از صندوق بین‌المللی پول منتشر نشده. فرین عاصمی، بی بی سی. فرانک چالاک فعال سیاسی از تهران با ما هستند. خانم چالاک، به نظر میاد که دولت به سمت عادی سازی حرکت میکنه. از نظر شمایی که در اونجا هستید چقدر شرایط فراهمه؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. خدمت شما باید عرض کنم که در رابطه با بحث بازگرداندن به شرایط عادی که مطرح هستش، من فکر میکنم یکی دو مطلب رو باید تفکیک کنیم از هم دیگه. یک مسئله کسری بودجه‌ای هستش که دولت باهاش مواجه بوده. به هر حال بودجه‌ای که بسته بود با پیش بینیش بر اساس فروش نفت بود که بر اساس یه مبلغی که در نظر گرفته بود پیش بینی کرده بود این فروش رو، این تامین بودجه رو، که با توجه به پایین آمدن قیمت نفت در سطح جهان عملاً با یک کسری بودجه هنگفتی روبرو شد. از طرف دیگه این مال قبل از بحث کرونا هستش. زمانی که مبحث کرونا مطرح شد و شیوع اپیدمی این بیماری هم شکل گرفت، یک هزینه اضافه تری رو بر کشور تحمیل کرد و هزینه ها رو بالا برد. و من فکر میکنم از اونجایی که جان آدمیزاد در ایران به هر حال با توجه به شرایطی که طی این چند مدت نشون داده شده، جان آدمیزاد اهمیت نداره در ایران و به خاطر همین عجله دارم که شرایط رو عادی نشون بدن و تا بتونن این چرخه اقتصاد رو به حرکت در بیارن. صحیح. در گذشته وقتی دولت تصمیم میگرفته نهادهای متعددی در خارج از دولت باش مخالفت میکردند یا
به هر حال چوب لای چرخ اون میگذاشتن. در این حرکت چقدر نهادهای خارج از دولت، نهادهای قدرت با دولت همراهن؟ تا چه اندازه میشه گفت که این تصمیم، تصمیم کل حاکمیته؟ سیاست های کلان که در سطح کلان گرفته میشه و دولت و به تبع اون ستاد مقابله با بحران کرونا در کشور اجرا میکنه، یه تبعیتی از اون سیاست گذاری های کلی حکومت هستش که صورت میگیره. اما از طرفی باید به این قضیه هم توجه کنیم که ما قسمت اعظم بودجه که در کشور وجود داره در دست دولت نیست. در یکی از سایت ها، سایت الف میکنم بود که آقای بهزاد نبوی هم اعلام کردن که 60% از بودجه کل کشور دست چند نهاد معظم هستش، مثل مثلا آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام، که اینها به هیچ وجه با دولت همکاری نمی کنن، مثل ندادن مالیات و اصلا گزارشی داده نمیشه. یعنی در مباحث بودجه اینها هیچ گونه حرکتی نمی کنن و این خودش فکر میکنم یه مسئله هستش که بحران برای دولت به وجود آورده. ممنونم از فرانک چالاک، فعال سیاسی از تهران با ما. و اما در تب و تاب رویارویی با کرونا، هر کشوری تلاش میکنه راهی برای مقابله با این دشمن میکروسکوپی پیدا بکنه و پیروز بشه. فعلا کشورها در حال افزایش روزانه شمار آزمایش‌های کرونا هستند تا بفهمن ویروس با چه ضریبی در حال گسترشه و شمار افراد ناقل برای قرنطینه شدن چقدره. حالا تصور کنید که دستگاهی ساخته بشه که بتونه تا شعاع 100 متری ویروس رو چه در بدن افراد و چه بر روی سطوح تشخیص بده، اون هم بدون خونگیری. 3-4 روز پیش، یعنی 27 فروردین، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسمی ادعا کرد که سپاه چنین دستگاهی رو ساخته. دستگاه از فناوری‌های بسیار مدرنی استفاده کرده، در این حال که ساده به نظر میرسه و کارکرد ساده‌ای داره. ویروس رو داخل خشاب دستگاه میگذارند و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد میکنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط، در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه و اون نقطه شناسایی میشه. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. چیزی از رونمایی این دستگاه نگذشته بود که کل اختراع زیر سوال رفت. وزیر بهداشت ایران تاکید کرد، یا وزارت بهداشت ایران، که مستعان یا همون ابزار کرونایاب اختراع سپاه تأییدی این وزارتخونه رو نداره. کار تا جای بالا گرفت که انجمن فیزیک ایران هم ادعای ساخت چنین دستگاهی رو باورناپذیر، دور از علم و در حد داستان‌های علمی و تخیلی توصیف کرد. حالا بعضی این دستگاه رو دستمایه طنز قرار دادن، بعضی هم درباره چنین حرکتی انتقادهای جدی رو مطرح کردن، از جمله مشاور رئیس جمهوری ایران حسام الدین آشنا که در پیامی در سایت توییتر از صدا و سیما خواسته درباره واکسن‌ها، داروها، کیت‌های تشخیصی و ویروس‌های یا ویروسیاب‌های ابتکاری به گفته او رپورتاج آگهی درست نکنند. ولی چطور ادعایی که با خطر ابطال و بعد آبروریزی روبروس در چنین رده‌ای طرح شده در رده فرمانده کل سپاه پاسداران؟ شاید ریشه تلاش‌های مثل تولید ویروسیاب ابتکاری سپاه عمل کردن به خواست رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای باشه. ارزش داره از این جهت نمونه ایست که ما بدانیم در همه کارهای کشور از این نمونه آیت الله خامنه‌ای بارها با حضور در مراسم مرتبط با فناوری، مثل رفتن به نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو که در همین تصویر هم می‌بینیم، به حرکت‌های مثل این علاقه نشون داده. شرکت‌های دانش بنیان با دانشمندانی متعهد و انقلابی که کارهای خارق‌العاده می‌کنند. او بارها از جمله در همین بازدید بر روی لزوم توسعه شرکت‌های دانش بنیان و ورود محصولات اونها به بازار تأکید کرده. ولی آیا ساخت ویروسیاب مستعان که سپاه از اون
پرده برداری کرد، نمایشی بوده در راستای برآورده کردن این خواسته آیت الله خامنه ای. پوریا نازمی خبرنگار علمی از مونترال کانادا با ما هستن. آقای نازمی، ساخت یک دستگاهی که انجمن فیزیک با عقل جور در نمیاد نشانه اینه که سپاه گول خورده، یا اینکه نه ممکنه بخشی از یک برنامه تبلیغاتی باشه که لزوما هم نباید درست باشه؟ واقعیتش اینه که هر کدوم از این دو تا گزینه ممکنه باشه. ما دلایل و پشتوانه ها و در واقع نمونه های قبلی داریم که ممکنه تایید کنه هر کدوم از این نظر. جواب قطعی رو کسانی میتونن بدن که توی این فرایند حضور داشتن و ما میتونیم فقط گمان زنی بکنیم. چیز عجیبی نیست، بخشای نظامی به دلیل یه مقدار سرعت عملی که دارن همه جای دنیا تو بخشای فناوری کار میکنن. تفاوت در اینه که در کشورهای توسعه یافته سعی میشه این به شکل ساختارمند باشه. در ایالات متحده برای مثال دارپا وجود داره که به شکل ساختارمند منظم و تحت نظارت علمی چنین پروژه های علمی رو پیش میبره. اما در مورد سوالی که شما کردین، واقعیتش اینه که من نمیدونم کدوم یکی از این دو گزینه ای که مطرح میشه خطر نکتره. این که در واقع این آگاهانه با دونستن این که چنین چیزی حتی شوخی هم نیست، متاسفانه انجمن فیزیک گفته بود داستان علمی تخیلی، خیلی مهربانانه بود، داستان علمی تخیلی که 650 سال پیش نوشته میشد حتی الان در حد داستان علمی تخیلی نیست. آیا اونها آگاهانه چنین چیزی رو گذاشتن؟ این خیلی نگران کننده است، به خاطر که در این مورد ما شانس آوردیم که موضوع ارائه شده به قدری در واقع شوخی بود که همه متوجه شدن. تصور کنید خدای نکرده چنین وضعیتی در مورد یک دارو میشد که ما نمیتونستیم به این سادگی ردش کنیم و این دارو ممکن بود از طرف جنبی داشته باشه. من نمیدونم این خطرناک‌تره یا اینکه فرض کنیم ساختار نظامی ما در جایی مثل سپاه که به هر حال بخش عمده‌ای از دفاع ملی، بخش در واقع نظامی، حتی اقتصاد و سیاست ما رو در بر داره، به قدری ساختارش در واقع دارای حفره‌های متعدده که افرادی میتونن استفاده کنن و چنین دروغی رو، چنین در واقع ابزار غیر واقعی رو تا حد فرماندهی سپاه بالا برسونن. اون موقع ما باید نگران خیلی از تکنولوژی‌های دیگه باشیم. بیادمون باشه که ما الان در حدود 3 ماه بعد از فاجعه هواپیمای اوکراینی هستیم که گفته میشد خطای انسانیه. اگر هر کدوم از این دو گزینه رو بگیریم، بیشتر ما باید نگران خطاهای سیستماتیک در این ساختار باشیم که به هر حال با سلامت مردم بازی میکنه. این تأکیدی که آیت الله خامنه ای داره، بیشتر از 10 سال هست که ایشون بر لزوم ایجاد بنیادهای دانش بنیان و رفتن به سمت اختراع و استفاده از تکنولوژی در عرصه اقتصاد حرف میزنه، چنین فضایی رو آیا فراهم نکرده؟ فکر نمیکنید که ممکنه که مؤسسه های متعددی بخوان به این سمت حرکت بکنن به دلیل چنین فضایی؟ ببینید، اصل ماجرا به نظر میاد ایده درستی هستش. در همه جای دنیا ما در حال شیفت و تغییر از اقتصاد سنتی تر و اقتصاد مبتنی بر نفع بقیه در واقع ساختارهای سنتی خودمون به سمت اقتصاد تکنولوژی هستیم. شما ببینید در همین دوران کرونا تنها بخشای اقتصادی جهانی که دارن سودآور حتی هستن به واسطه حالا دورکاری و بقیه دازا بخش تکنولوژی ارتباطات هستش. اما به نظر میسه مشکلی که وجود داره اینه که به نوعی دوپینگوار قراره این اتفاق بیفته. یعنی الگویی برای مثال شبیه الگوی سیلیکون ولی یا نمونه‌های مشابهش قراره پیاده سازی بشه، اما نیازها و پیش نیازهایی که برای رشد اقتصاد تکنولوژی که استارتاپ وان که حالا میشه شرکت های دانش بنیان نوپا ترجمه میشه فراهم نیستش. برای مثال سرمایه گذاری های پرخطر، برای مثال رقابت های درون ماجرا. بنابراین دولت موظف میشه که بخشی از حمایت هایی رو بذاره که این حمایت ها برخی رو در واقع تشویق میکنه، برخی رو وسوسه میکنه که سوء استفاده کنن. شما کافیه که به لیست اختراعات ما در طی چند سال گذشته نگاه کنید، چیزهایی رو اونجا میبینید که به نام اختراع ثبت میشه، به نام در واقع شرکت دانش بنیان و شرکت فناوری بودجه میگیره، امتیاز میگیره، ولی حتی شوخی هم متاسفانه نیستش. این خطای در واقع تلاش دوپینگیه به جای فراهم آوردن شرایط رشد طبیعی و ارگانیکی که در واقع چنین اقتصادی میتونه داشته باشه. ممنونم از پوریا نازمی، خبرنگار علمی در مونترال کانادا. در جهان شمار مبتلایان به کووید 19 به بیشتر از 2 میلیون نفر رسیده و نیمی از جمعیت جهان در سایه تمهیدات فاصله گذاری اجتماعی زندگی می کنند. نزدیک به 140 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند.
شمار جان باختگان در اسپانیا به بالای 20,000 نفر رسیده و از نظر شمار تلفات بعد از آمریکا و ایتالیا در جایگاه سوم قرار گرفته. با افزایش شمار مبتلایان در ژاپن، نخست وزیر وضعیت اضطراری اعلام کرده. همزمان پزشکان هشدار دادند که امکاناتشان برای رسیدگی به شمار زیاد بیماران محدود است و نظام درمانی رو به فروپاشی است. باران عباسی گزارش می‌دهد. پارک‌های ژاپن رنگارنگ از شکوفه‌های بهاری، منظره‌ای که هر سال میلیون‌ها بازدیدکننده به اینجا می‌آورد. کرونا اما امسال مهمان‌ها را رانده و پارک‌ها را به تعطیلی کشانده. در پس این سکوت آرامش، افزایش شمار مبتلایان و جان باختگان، اعلام وضعیت اضطراری در کشوری که پیشتر به نظر می‌رسید بیماری را تحت کنترل درآورده. از مردم می‌خوام تا جایی که می‌تونن بیرون نرن، با کسی تماس برقرار نکنن. این کار برای حمایت از کارکنان درمانی و نجات جان انسان ها لازم. فشار روی مراکز درمانی در ژاپن بالا رفته و کمبود تخت خالی باعث شده اورژانس ها از پذیرش بعضی بیماران خودداری کنند. پزشکان هشدار دادند سیستم درمانی رو به فروپاشی است. اینجا در بریتانیا با بیش از 114,000 مورد ابتلای قطعی و بیش از 15,000 جان باخته، نگرانی از کمبود لباس های محافظتی. هشدار اتحادیه پزشکان که بعضی از این تجهیزات همین امروز و فردا تمام می شوند و انتقاد از وزارت بهداشت که گفته بود بعضی لباس‌های محافظتی را می توان دوباره استفاده کرد. در پاسخ دولت گفته یک محموله فردا از ترکیه به بریتانیا می رسد. این یک محموله 84 تنی از لباس‌های محافظتیه که مثلا شامل 400,000 روپوش میشه و سفارش خیلی بزرگیه، اما تقاضا هم خیلی زیاده. ما داریم با تولید کنندگان بریتانیایی هم کار میکنیم تا اونها هم به رفع این نیاز کمک کنن. در آمریکا دومین روز اعتراضات در بعضی از ایالت‌ها علیه دستور ماندن در خانه. اجتماع معترضان بیرون فرمانداری مینه‌سوتا، اعتراضاتی که در میشیگان و ویرجینیا هم دیده شده بعد از اینکه دونالد ترامپ در یک رشته توییت از شهروندان خواست این ایالت‌ها را به گفته او آزاد کنند. رئیس جمهوری آمریکا بی‌صبرانه خواستار از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و شاکی از فرمانداران دموکرات این سه ایالت که هنوز محدودیت‌ها را لغو نکردند. او بعد از توییت‌هایش در نشستی خبری از معترضان دفاع کرد. این مردم فقط دارن نظرشون رو ابراز میکنن. خیلی آدم‌های مسئولی به نظر میرسن، اما باهاشون سختگیرانه رفتار شده. بزرگترین اقتصاد جهان با بیش از 700,000 مبتلا و نزدیک به 37,000 جان باخته به کانون کرونا تبدیل شده و تعطیلی کسب و کارها بیش از 22 میلیون نفر را از کار بیکار کرده. آن هم در حالی که چند ماه بیشتر تا انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده. اینجا در بیت المقدس برافروختن آتش تنها در حضور گروه کوچکی از کشیشان ارتدوکس. در روزهایی که شیوع کرونا، حتی مراسم یادبود رستاخیز مسیح را هم تغییر داده. باران عباسی، بی بی سی. وزارت جهاد کشاورزی ایران میگوید دلیل کشتن هزاران جوجه نر که ویدیوهای آن در فضای مجازی منتشر شد و بعضی از کاربران را آزرده کرده، پایین آمدن قیمت مرغ به دلیل بحران کرونا بوده. سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی میگوید قرار نبود این تصاویر منتشر شود و کسی که این کار رو کرده تحت پیگرد قرار میگیرد. اما آنطور که سیاوش اردلان در گزارشش میگوید، کشتن جوجه های نر یک روال دلخراش و بیرحمانه ولی متداول در مرغداری صنعتی جهان است. تصاویر این گزارش ممکن است برای بعضی از بینندگان ناراحت کننده باشد. این هم معدنسازی جوجه های صحرای جنوب. افکار عمومی در ایران آزرده است. انتشار این ویدیو از نحوه نابود کردن هزاران جوجه وجدان جمعی ایرانیان را برآشفته است. حالا هم سوال از اخلاقی بودن این کار و دلسوزی نسبت به سرنوشت این جوجه های تیره بخت است، هم سوال از اقتصادی بودن این اقدام به عنوان اتلاف منابع غذایی جامعه. مردم میپرسند چرا؟ موضوع به حدی بالا گرفت که یک مقام وزارت جهاد کشاورزی امروز دلیل این جوجه کشی را توضیح داد. ولی متاسفانه به دلیل افت قیمتی که وجود داشته
جوجه هایی که در جوجه کشی باقی میمونن و 24 ساعت از عمرشون میگذره و فروش نمیره به هر دلیلی، مرغ دارا و پرورشنده های جوجه مجبور به معدوم سازی این جوجه های مازاد هستند. قیمت مرغ در ایران به علت بحران کرونا و تعطیلی ها به اندازه کیلوی 3000 تومان برای هر مرغ پایین آمد و نتیجهش این اتفاق بود. اما اکثر مردم دنیا نمیدانند جوجه کشی یکی از رازهای نیمه پنهان مرغداری صنعتی در جهان است. سالانه نزدیک به 6 میلیارد جوجه نر که نمیتوانند تخم بگذارند، نه گوشت مناسبی برای خوردن دارند، به شکل فجیعی کشته میشوند یا اصطلاحاً معدوم میشوند. هر جا روش خودش را دارد. در بعضی مرغداری‌های صنعتی با دستگاه‌های مخصوص آنها را میکشند. بعضی با خفه کردن در آب و بعضی روش ها مثل اینجا در پاکستان حفر گودال های عمیق. واکنش مردم و رسانه ها به صحنه های دردناک مشابه در ایران نشان میدهد که اکثر ایرانیان نیز مثل بقیه مردم دنیا از واقعیت های مرغداری صنعتی بیخبرند. سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی تایید کرده که در ایران نیز جوجه کشی کاری متداول است. اشاره میکنید که این روش متداولی هست و عادی هست، در سالهای گذشته هم وجود داشته، چرا حالا اینقدر فیلم در فضای مجازی منتشر شده؟ دلیل خاصی داره؟ این مقام میگوید قرار نبود مردم ببینند و بفهمند. هیچ کس اینا رو فیلم نمیگیره در فضای مجازی بذاره، در روش خاص خودشو داره. مرغداری های صنعتی در جهان ترجیح میدهند آنچه در تأسیسات آنها میگذرد دیده نشود. نه فقط جوجه کشی، جوجه هایی که زنده میمانند و تبدیل به مرغ میشوند خوش شانس‌تر نیستند. طول عمر یک مرغ سالم حداقل 6 سال است. ولی در مرغداری صنعتی گوشت مرغ را پس از 45 روز با دو برابر وزن طبیعی به مصرف کننده می‌دهند. آن هم مرغی که مثل مرغ‌های این مجتمع در عمر خود هرگز هوای تازه را نفس نکشیدند و نور آفتاب را ندیدند. اراضی وسیعی که برای تولید غذای مرغ استفاده می‌شود می‌تواند چندین برابر حجم و وزن همان مرغ‌ها محصولات کشاورزی تولید کند. ولی مرغداری‌های صنعتی در جهان با تبلیغ مرغ و افزایش سهم آن در سبد غذایی مردم حالا به صنعتی چند میلیارد دلاری بدل شده‌اند. هرچند در ایران بسیاری از مرغدارانی که از این راه امرار معاش می‌کنند جزو اقشاری هستند که خیلی اوقات به خاطر نوسانات بازار دوچار ضرر و زیان میشوند. کارخانه جوجه‌کشی صحرای جنوب و احتمالاً همین باعث شده یکی از آنها پرده از واقعیت تلخی بردارد که سالهاست اخلاق و اقتصاد بشر را به چالش کشیده، ولی گاه و بیگاه چهره واقعی خود را نشان میدهد. سیاوش اردلان، بی بی سی. در حالی که پژوهشگران مشغول پیدا کردن واکسنی برای ویروس کرونا هستند، این ویروس فراگیر با گسترش سریع خودش را تقریبا به تمام نقاط جهان رسانده. کشورها و سازمانهای جهانی که انتظار چنین همه‌گیری را نداشتند از هر ابزاری برای مقابله با آن استفاده می‌کنند. کاربرد فناوری و اپلیکیشن‌های موبایل از رایج‌ترین شیوه‌های مبارزه با شیوع کرونا بوده. اگرچه نگرانی‌هایی در مورد نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن اطلاعات شخصی شهروندان هم به همراه داشته. کاوون خموش گزارش می‌دهد. از شهری که آفت فراگیر بلند شد دوباره ظاهراً آهنگ رقص شنیده می‌شود. این محلی‌های ووهان مشهور به خاله‌عموهای رقاص کنار رود یانگته سر رقصیدند، تجلیل از پایان قرنطینه شهرشان. ولی طوفان قبل از این آرامش با تدابیر سخت مقام‌های چین کنترل شد. بخشی از آن نظارت ضربینی شهروندان به کمک فناوری، مثل نصب الزامی این اپلیکیشن دولتی برای گوشی‌های هوشمند که این روزها مجوز بیرون شدن از خانه برای شهروندان است. اگر اپلیکیشن تشخیص بدهد در محل مسئولی نیستید، اجازه بیرون شدن از خانه نمی‌دهد. اما برای آنهایی که خوشبینند، فناوری ناجی جان انسان‌ها از این بلای قرن 21 است. در بریتانیا که کرونا بیش از 11000 نفر قربانی گرفته، دانشگاه کینگز کالج لندن این اپلیکیشن را به کمک شرکت زوی را انداخته برای ردیابی علایم ابتلا به کرونا و از مردم خواسته برای تحقیقات در این زمینه اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار بدهند.
وزارت بهداشت اسرائیل با استفاده از شرایط اضطراری اپلیکیشنی به نام سپر طراحی کرده. کاربران به کمک آن می توانند ببینند با فرد مبتلا به کرونا تماسی داشتند یا خیر. آمریکا نیز با داشتن رکورد بالاترین آمار ابتلا به کرونا در جهان، در پی راه اندازی اپلیکیشن های موبایل برای ردیابی افراد مبتلا به کرونا است. در واقع شما از اطلاعات و داده های مربوط به مکانیا و گوشی های همراه افراد مبتلا به ویروس کرونا استفاده می کنید تا بر اساس آن همه گوشی های همراهی که در چند روز گذشته در فاصله 2 متری آن بوده اید را پیدا کنید و برایشان فوراً و به طور خودکار یک پیام هشدار بفرستید تا هر چه زودتر قرنطینه کنند و آزمایش بدهند. این شرکت آلمانی هم که مقر آن در نیویورک است میگوید اپلیکیشن برای معاینه بیماران کرونا از راه دور طراحی کرده. استفاده از آن برای 2 ماه رایگان است و مراکز درمانی می توانند در هر جای دنیا آن را نصب و بیماران را از راه دور معاینه کنند. در سنگاپور که در مدیریت جلوگیری از شیوع کرونا شهرت پیدا کرده، این اپلیکیشن به کمک بلوتوث کاربرانی که به فرد مبتلا به کرونا نزدیک شده باشند را ردیابی میکند. اکثر این اپلیکیشن ها طوری طراحی شده اند که اطلاعات شخصی افراد مثل شماره تلفن و آدرس و داده های مربوط به محل زندگی و گشت و گذار آنها را ذخیره کند. بیشتر دولت ها گفتند از اپ ها سوء استفاده نخواهد شد. اما آیا همه نیت خیر دارند؟ در روسیه دولت این اپلیکیشن را برای صدور مجوز بیرون شدن از خانه معرفی کرده. مردم برای رفتن به داروخانه، پیاده روی و حتی دور انداختن آشغالی هم باید آن را در گوشی های خود نصب کنند. اپ جزئیات گذرنامه و یک سلفی کاربر را ذخیره می کند. بعضی از اقدامات قابل توجیه است، اما باید مراقب باشیم که وقتی این همگیری تمام می شود، تدابیری که اجرا شده لغو شوند، چون یقینا تهدیدی برای حقوق بشر است. بعضی شاید بخواهند که بدون حکم دادگاه اطلاعات مکان افراد را به دست بیاورند که این تدابیر شاید این امکان را تا ابد فراهم کند. با این حال تا اینجا کشورهای جهان با احتیاط گام‌هایی که چین برای مقابله با شیوع کرونا برداشته بود را دنبال می‌کنند. این یعنی شاید خیلی ها در کنار نگرانی سلامت و بهداشتشان باید با ناآرامی‌های روانی هم کلنجار بروند، حداقل تا وقتی که دانشمندان موفق شوند واکسن این بیماری را کشف کنند. کاون خاموش، BBC. آیا شما هم در مورد بیماری کرونا نگرانی هایی دارید که نمیدونید پایه علمی داره یا خیر؟ از امروز در انتهای اولین بخش خبری روزانه ما به سوالات شما در مورد بیماری کرونا جواب میدیم. نازنین معتمدی تهیه کننده برنامه 37 درجه از قرنطینه خانگی سوالها و دغدغه های شما رو از متخصصان میپرسه. چطور میتونیم یه ماسک خونگی استاندارد درست کنیم؟ کدوم نوع پارچه بیشترین میزان محافظت از دهان بینی ما میکنند؟ اینا چند نمونه از سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس برمون فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از قرنطینه خونگی. امروز همه سوالهای شما راجع به ماسک رو از دکتر سعید شهراز خواهیم پرسید. دکتر شهراز پزشک و پژوهشگر سیستم سلامت و بیماری‌های مزمن از سان فرانسیسکو هستند و تمام تحقیقات علمی که تا این لحظه در مورد ماسک چاپ شده رو برای این برنامه بررسی کردن. دکتر شهراز خیلی خوش اومدید به برنامه. خیلی متشکرم از شما و بینندگان و شنوندگان. یاسمن پرسیده که چی شد که دنیا رفت سراغ ماسک‌های خونگی؟ مگه نمیگفتن که محفظه هاش بزرگه و ویروس ها ازش عبور میکنن؟ تمام ماسک‌ها صرف نظر از نوعشون تا اندازه ویروس رو از خودشون عبور میدن و ماسک‌های خانگی محافظت کمتری ایجاد میکنن، ولی هنوز در واقع محافظت کافی، شاید بگیم نه، ولی محافظت نسبی ایجاد میکنن. وقتی که یک فردی سرفه میکنه، در این قطراتی که از دهان فرد بیرون میاد با یک سرعتی حدود 10 متر در ثانیه تا حدود 2 متر برد داره، با عدسه با حدود 50 متر در ثانیه حدود تا 10 متر برد داره و در حین صحبت کردن و با دم و بازدم معمولی تا حدود 1 تا 1.5 متر برد داره و همه انواع ماسک ها به هر حال جلوی تا اندازه‌ای حجم ویروسی که مبادله میشه بین دو طرف ماسک رو میگیرن. زهرا پرسیده آیا تحقیقی انجام شده که میزان تاثیرگذاری ماسک خونگی، ماسک N95 و ماسک جراحی رو با هم مقایسه کنه؟ تحقیقات الزاماً روی ویروس کرونا انجام نشده، چون این تحقیقات بسیار تحقیقات سختی هست انجام بشه، اما در موارد مشابه اگر ما یک ذرات 10 میکرونی رو مثلا در نظر بگیریم، اگر 100 تا از این ذرات داشته باشیم در محیط،
میزانی که انتقال پیدا میکنه از محیط به سمت در واقع دستگاه تنفسی ما، برای یک ماسک خانگی اگر از این 100 تا 33 تا باشه، برای ماسک جراحی 25 تا و برای ماسک در واقع N95 یا معادلش FFP2 یکیه. بنابراین میزان حفاظت ماسک 95 بسیار بالاتره. اما اگر نگاه کنیم ببینیم که این ماسک چقدر محافظت از طرف ما برای بقیه ایجاد میکنه، نگاه میکنیم که میبینیم که از همین 100 تا ذره‌ای که داریم، ماسکای خانگی 90 تاشو عبور میدن. بنابراین حفاظت برای دیگران کمتر هست. ماسکای جراحی 50 تا و حتی ماسکای 95 هم 30 تا رو عبور میدن. ممنون. شهرام پرسیده با توجه به امکانات موجود در روستا چطور میشه ماسک خانگی استاندارد رو تهیه کرد؟ جواب این سوال رو تو این ویدیو ببینید. تحقیقی انجام شده که نوع و جنس پارچه های مختلف رو برای ماسک مقایسه کنه؟ تحقیقات باز تو این زمینه خیلی زیاد نیست. دانشگاه استنفورد یکیش رو دقیقاً روی در واقع وبسایت خودش گذاشته. یک توافق نظری به نظر میرسه هست روی این که اگر از ماسک 95 بخوایم شروع بکنیم که بهترین میزان حفاظت رو میده، ماسکای جراحی در درجه بعد، ماسکایی که در خونه تهیه میشه اگر با پاکت جاروبرقی تهیه بشه به در واقع ماسک 95 خیلی نزدیک. فیلترهایی که در این پاکت‌های جاروبرقی هست، به اصطلاح بهشون میگن فیلترهای هیپا، که تقریبا مثل ماسک‌های جراحی عمل میکنه. کتان دولایه باز استاندارد کلی است که همه جا مطرح کردن، اما اگر از اینا بیایم پایین، روسری، ابریشم و غیره، واقعا میزان حفاظتش تقریبا نصف ماسکای جراحی و یه مقداری قابل توجهی کمتر از ماسکای کتان دولایه هست. ولی باز هر نوع در واقع سدی بهتر از اینه که هیچ سدی وجود نداشته باشه. دکتر شهراز، کیسه جاروبرقی اشاره کردید بهش. کیسه جاروبرقی رو به عنوان فیلتر باید داخل پارچه کتان بذارن یا از خود کیسه جاروبرقی ماسک درست کنن؟ حقیقتش من رفرنس مناسبی پیدا نکردم بخوام جواب این سوال رو بدم، اما به نظر میرسه اگر راحت باشه کسی بخواد امتحان بکنه که کیسه جاروبرقی رو خودش رو به شکل دولایه به طور مستقیم استفاده کنه برای درست کردن ماسک، اگر فیت خیلی خوبی داشته باشه، و بخصوص شما میدونید تو فیلمی هم که نشون دادید احتمالاً این هست که در واقع ماسک خوب یک پروتکشن خوبی رو میده از بالای بینی تا زیر چونه و بخصوص تا نزدیکای گوش و فیت خیلی محکمی داره،
اگر بشه با پاکت جاروبرقی همچین امتحانی رو کرد، به نظر میرسه میزان پروتکشنش بهتر از بقیه ماسکا باشه. ولی به عنوان فیلتر من شک دارم، به خاطر اینکه باز هم شستشوی در واقع اون فیلتر وسطی خیلی راحت نیست و ممکنه جرم یا ویروس اون وسطا بمونه. ولی من نمیتونم با قطع یقین بگم اینو. مرجان پرسیده ماسک‌های قابل شستشوی کتانی در بازار هست به همراه فیلتری که جداگانه داخلش گذاشته میشه. آیا میشه به جای فیلتر از چند لایه دستمال کاغذی استفاده کرد با توجه به اینکه فیلتراش به راحتی گیر نمیاد؟ حقیقتش اینه که در اکثر جاها و منابعی که شما نگاه میکنید کسی فیلتری در واقع استفاده نمیکنه برای ماسک‌های دو لایه. همون دو لایه هست، به راحتی شستشو میشه. یکی از مشکلات اینه که فیلتر یا دستمال کاغذی شما بخواید بذارید، اینه که اینا قابلیت شستشوشون رو از دست میدن و ما نمیدونیم چه جرمی اون وسط گیر میکنه و در واقع خشک کردن و شستشوش سخت‌تره. توصیه من اینه که حدود 10 تا 5 تا ماسک آماده افراد داشته باشن، همیشه برای بیرون رفتن یک یا دو تا ماسک تمیز و خشک شده رو داشته باشن و برای شستشوش هم میتونن از شستشوی معمولی استفاده کنن، معمولا آب و صابون، یا میتونه این ویروس ها رو به بیرون هدایت کنه. حتی میشه بعد از یه شستشوی معمولی داخل ماشین اینا رو ریخت و دوباره خشکشون کرد و ازشون استفاده کرد. دستمال کاغذی به نظر میرسه که توصیه خوبی نیست. شادی گفته میشه در مورد استریل کردن و استفاده مجدد ماسکا و روش‌های صحیحش توضیح بدید؟ ببینید، به طور کلی استریل کردن مربوط به بیمارستان و مراکز درمانی است، نه مربوط به منازل. بنابراین استریل کردن انواع ماسک ممکنه به خود ماسک آسیب بزنه و در واقع اون ماسک رو از حیز انتفاع ساقط کنه. بنابراین چیزی که مهمه اینه که ما شستشو بدیم، هر دفعه که میایم ماسک رو سریع شستشو بشوریم، خشک کنیم و استفاده بکنیم. در مورد ماسک های N95 قضیه متفاوت هست، روش های استریل کردن متفاوتی هست در بیمارستان، مثل اتوکلاف کردنش با بخار آب اکسیژن و یا استفاده از یووی و غیره. ولی این روش هایش کدوم در مورد منزل توصیه نشده و توصیه هم نمیشه. یک دنیا ممنون. شما هم سوالات خودتون رو در مورد کرونا به پیامگیر تلگرام بی بی سی به آدرس @BBC شما برای ما بفرستید. حتما توصیه های دکتر و همینطور درخواست نازنین رو جدی بگیرید. باید اشاره بکنم که میتونید این سوالهای خودتون رو بر روی تلگرام برای ما بفرستید، همونطور که اشاره شد با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام بی بی سی @BBC شما. ممنونم از همراهی شما با این 60 دقیقه.